عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون علیکم بخیر، در السلام، خدمت. سلامت باشید. با عرض سلام و ادب به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عرض سلام خدمت بینندگان محترم این برنامه در خدمتتون سلامت هستم. باشین. خلاصه از بحث دیشب رو دوستان آماده کردن با هم ببینیم، برگردیم و در چند تا چون بحث قرار بگیرن بینندگان تا انشالله ادامه مبحث رجعت امشب ادامه بدیم. در خدمت شما بینندگان هستیم، خلاصه رو با هم ببینیم، برمیگردیم. درباره رجعت بحث بکنیم. رجعت یه معنای لغوی داره که خب مشخصه، یعنی بازگشت. اما معنای اصطلاحی و دینی و شرعیش اینه که یک سری از مردگان در زمان ظهور حضرت به دنیا بر میگردن. به این میگن رجعت. کسانی که کافر محضن بر میگردن، این یک. مؤمنینی که خالص در ایمان بودن، اینها بر میگردن به دنیا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، این دو. و بالاتر از همه اینها و اول از همه اینها ائمه علیهم السلام، همه برمیگردند. و کسانی که به اصطلاح یک سری توسلاتی داشته باشند برای اینکه خدا توفیقشون بده، اگر مردن و ظهور محقق شد خدا بهشون توفیق بده اینا برگردن به این دنیا. چرا کفار برمیگردن؟ اینایی که به اصطلاح زمامداران کفر بودن، ائمه الکفر بودن، چرا برمیگردن دنیا؟ اونم در زمان ظهور حضرت که حکومت عدل الهیه. برای انتقامه. یکی از آیات قرآن که صریح در رجعت است، یوم نحشر من کل امت فوجا، سوره نمل آیه 53، انا لننصر رسلنا، ما یاری میکنیم انبیامونو، والذین آمنو، و کسانی که ایمان آوردن به اون انبیا، فی الحیات دنیا، تو این دنیا ما یاریشون میکنیم. دیگه کجا یاری میکنیم؟ و یوم یقوم الاشهاد، روز قیامت یاریشون میکنیم. سوره مؤمن ببینید آیه 11، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما رو دو بار کشتی، دو بار زنده کردی. این مثلا در زیارت آل یاسین میخونیم اشهد ان رجعتکم حق لا ریب فیها، چون زیارت آل یاسین یه نوع به اصطلاح بیان اعتقادات هست برای امام زمان علیه السلام. اصلا از امام صادق علیه السلام روایت هست، لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، از ما اهل بیت نیست کسی که ایمان نداشته باشه به رجوع ما اهل بیت، به رجعت. خیلی روایات داریم که نحوه رجعت رو اشاره میکنه برای مؤمنین، حتی تا حدودی زمان رجعت مؤمنین رو نشون میده. بهار الانوار جلد 53 صفحه 77 خطبه مخزون آورده، یا عجبا کل العجب بین جمادا و رجب. حضرت فرمودن من چیزای عجیب میبینم بین ماه جمادی و رجب. از شما تشکر میکنم که کافه پرسش رو برای تماشا انتخاب کردید و انشاءالله بتونیم در رابطه با مسئله مهدویت این شبها بیشتر صحبت بکنیم و بعد دانش خودمون بیفزیم که انسان منتظر انسانی هست که در رابطه با امام زمانش باید اطلاعاتی رو داشته باشه در رابطه با عصر غیبت و اتفاقاتی که در دوران غیبت و همچنین بعد از غیبت و ظهور امام زمان و همچنین بعد از ظهور امام زمان چه اتفاقاتی میفته. این جزء از وظایف ماست که به اینها آگاهی داشته باشیم. حاج آقا، در رابطه با رجعت صحبت شد شب گذشته و بنابر صلاح دید امشب رو هم ادامه میدیم. در رابطه با رجعت یک مسئله که در رابطه با رجعت هست با تناسخ تفاوتی داره یا همون تناسخ هست؟ در ابتدای مبحث هم مسلما چه تناسخ رو ما تعریف بکنیم چی هست و مقایسه بکنیم با رجعت. بله، اولا این مطلب رو عرض کنم در ابتدا که تناسخ کفره و باطله. آها. و اصلا قبول ندارین تناسخ رو؟ نه نه، اصلا الان روایتش رو عرض میکنم. تناسخ کفره و باطله و رجعت حق است و ایمان. درست نقطه مقابل همه، متضادن. اما تعریفش حالا مشخص میشه. اونایی که تناسخ قائلن میگن که تناسخ رو اینجور معنا میکنن، میگن که انسان وقتی از دنیا میره روحش دوباره ممکنه برگرده به جسم کسان دیگر، در جسم دیگران، یا میاد تو نطفه کسی دیگه وارد میشه، در جسم کسی دیگه وارد میشه، دوباره به این دنیا روح برمیگردد با جسم دیگری. ممکنه هم چند بار تکرار بشه، یعنی میگن که ممکنه چند بار طرف بیاد
به این دنیا برگرده، روحش تو جسم یکی دیگه، دوباره این بمیره، دوباره روح طرف برگرده جسم یکی دیگه، همینطور. پس الان که آدم ها زیاد شدن، آدم های دوران زمان گذشته مثلا 5 میلیارد بودن، الان 8 میلیارد شدن، این چجور افزایش پیدا کرده؟ جسم اضافه شده. روح یکی دیگه است که تو اون عالم بوده، اومده تو این جسم وارد شده. پس الان تو یه روح شاید الان به اساس قول اونها یک روح ممکنه در 10 جسم 3 جسم آره وارد بشه. اینطوری اینو تناسب اینا میگن که این یک نوع تناسخ رو درست کردن برای یکی از راهاش برای انکار معاده، چون که میدونید معاد روز قیامت جزا داره دیگه، بهشت و جهنم و اینا داره. وقتی اینا اومدن تناسخ رو درست کردن، گفتن که بهشت و دوزخی نیست، معادی نیست. کسی که تو این دنیا آدم خوبی بوده، روحش برمیگرده تو جسم یک کسی دیگه که اون به اصطلاح مسیر خوبی رو طی خواهد کرد، این میشه جزای خوبیاش. اگر آدم بدی بوده، روحش برمیگرده تو جسم یه آدمی که خباثت میکنه، فساد میکنه، این عذاب اونه، در واقع عذاب برای روح اون کسی که آدم خوبی نبوده. کلن میگن جزا و به اصطلاح ثواب و جزا و عقبا و همه اینها تو دنیا محقق میشه با تناسخ. لذا روایت داریم از امام رضا علیه السلام که برخورد شدید کردن، حضرت فرمودن این کسی که تناسخ را قائل است به خدا کفر ورزیده و منکر بهشت و جهنم است و منکر معاد است. فرمایش امام رضا علیه السلام درباره تناسخ. رجعت این نیست. رجعت میگه روح انسان برمیگرده در همون جسمی که تو دنیا بوده قبلا، همون دوباره برمیگرده، مثل روز قیامت. چطور روز قیامت انسان برمیگرده زنده میشه، روحش میاد تو جسمش، همون جسم دنیوی در آخرت دوباره ظاهر میشه. رجعت هم همینه، یه نوع برانگیخته شدنه، دوباره زنده شدن همون شخص. یوم نحشر، اشاره کردیم آیه قرآن رو، یوم نحشر من کل امت فوجا، یعنی حشر، اما حشر خاصه، حشر عام نیست. حشر عام مال قیامته که همه محشور میشن، اما در رجعت جسم برمیگرده به همون جسم دنیوی که بوده برمیگرده، اما نه هر کسی، مؤمنین خالص و کفار محض اینا برمیگردن، غیر از انبیا و ائمه و اوصیا که اینا برمیگردن به این دنیا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام. این تناسخ عقیده کدوم یک از فرق هست؟ فرق مثلا مسیحی یا یهودی اینا نیست، یه سری افراد هستن اینا، یه سری حالت هایی نمیده، حالا لایی که چیه که یه چیز درست شده اخیراً و دارن مطرح میشه اخیراً، که یعنی جدید نیست، مثلا مال قدیمه، اما حالا هی دارن بعضی بهش میپردازن. مثلا مسیحیت و یهودیت بکنم تناسخ باشه، درسته اونا اعتقادشون هست؟ قائلن به تناسخ، اما حالا چه قسمشون هست من دقیقاً الان نمیدونم. اما اینکه تناسخ را شیعه قبول نداره و شدیداً روایات منکر است تناسخ را، و روایت از امام رضا علیه السلام داریم درباره تناسخ که حضرت برخورد کردن. حالا ها این مدت اخیر بعضی جاها میبینی که خیلی شاخ و برگ بهش میدن، هی میخوان زندش کنن، جا بندازن. یه عده‌ای رو های نوظهوری که الان هست این تناسخ رو دارن مطرح میکنن، مثل افکار نوظهور اینا دارن مطرح میکنن و عرض کردن به انکار معاد برمیگرده، بهشت و جهنم طرف منکر میشود. و امام رضا علیه السلام فرمودن که کفر ورزیدن به خداست تناسخ. شب گذشته در رابطه با رجعت که صحبت میکردیم، یه سری نمونه های قرآنی برای ما بیان کردید. همینو میدونیم که خداوند اگر که بخواد خلقی رو خلق بکنه، یا از نیستی خلق کرده، یا اون شخص رو از باقی مانده چیزی که در این دنیا هست خلق کرده. اون که از نیستی خلق میکنه که قدرت خداونده، و ان خداوند قادر هست بر تمامی کارهایی که بخواد انجام بده. و این مشکل تر از اون است که اگر باقی ماندهش مثلا توی دنیا باشه، استخونش باشه، بخواد دوباره اون رو بر بینگیزه. نمونه های قرآنی دیگری هم داریم که بله بیان کنیم. نمونه های قرآنی زیاده. ببینید یکی از آیات قرآن همین سوره بقره هست، درباره رجعت اشاره کرده که همونطوری که امام رضا علیه السلام فرمودن خطاب به مأمون لعنت الله علیه که سوال کرد دوای رجعت، حضرت فرمودن کان فی الامم السالفه، در امم گذشته رجعت بوده. و پیغمبر فرمودن اون چه که در امم گذشته بوده است در امت پیغمبر محقق خواهد شد. در امم گذشته رجعت بوده، در امت پیغمبر هم محقق خواهد شد که در زمان ظهور حضرت ولی عصر. ببینید این قرآن سوره بقره آیه 259،
یکی از آیاتی است که اشاره به رجعت داره و یه جریانی رو نقل میکنه که در روایات تفسیر برهان داره، تفسیر صافی داره، در روایات شرح دادن جریان رو. آیه 259 که حالا آیه رو میخونیم، کلمه کلمه اشاره میکنیم. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها. حالا تا آخر جریان از این قرار است که به صورت معما هم مطرح میشه که اون اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، یه شخصی اومد گفت آقا اصحاب تو یه چیزای عجیب غریب میگن. حضرت فرمودن چی میگن؟ گفت میگن که پسری بوده که از پدرش بزرگتر بوده. پسری بوده که از پدرش بزرگتر بوده قبلا در امم سالفه. آقا این مگه میشه؟ اینا چی میگن؟ خیلی با ناراحتی و اینکه یعنی حرفای عجیب غریب میزنن و معلوم نیست. حضرت فرمود راست میگن، در بوده. گفت چجور بوده؟ حضرت جریان رو نقل کردن که یکی از انبیای خدا به نام عزیر همسرش حامله شد به فرزندی، اونم پسر که اسمشو عزیز گذاشتن، حامله شد به فرزندی. ماه نهم بود که این خانم باید بچه دنیا بیاد. تو ماه نهم عزیر از شهر خارج شد برای یک کاری، رفت بیرون، رسید یا یک جایی که قرآن اشاره میکنه اینجا رو. عزیر رسید یه جایی، دید یک شهری کلن خراب شده، خاویتون علا عروشه ها، یعنی همش خراب شده، متلاشی شده، سقفش ریخته، دیوارها ریخته، شهر کلن خرابه. حالا زلزله شده، چی شده بوده قبلن؟ و دید که حیوان ها اومدن، این به اصطلاح آدم هایی که مردن رو به اصطلاح گوشتاشون رو خوردن و یک سر استخون ها مونده و مدت ها گذشته استخون ها مونده. فهمید یک شهری است که یه عده‌ای توش مردن دست جمعی. نگاه کرد گفت که چطور خدا اینا رو زنده میکنه؟ حالا یعنی میخواست به اصطلاح پیغمبر بود، قبول داشت، اما میخواست بیشتر اطمینان پیدا کنه، ببینه. تو ذهنش این سوال اومد. آیه قرآن اینه، ببینید که حالا بقیه داستان اشاره میکنیم از زبان امیرالمومنین علیه السلام. سوره بقره آیه 259، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها. یه نگاه نمیکنی به کسی که کالذی، کسی که مرور کرد بر قریه، بر یه شهری یا روستایی، وهی خاویتون یعنی ساقط شده بود، علی عروشها یعنی دیوارها و سقفها همه ریخته بود، خاویه یعنی ساقطه، سقوط کرده بود، علی عروشها سقف و دیوار ریخته بود رو هم. عزیر بود، دید اینجوری آدم ها مردن، استخون ها همینجوری همه جا هست، معلوم میشه جمعی مردن با هم دیگه، حالا زلزله‌ای بوده یا هرچه بوده. قال، گفت، حالا یا به زبون آورد یا تو ذهنش گذشت، انا یحیی هذه الله بعد موتها. خدا چجوری اینا رو خلق میکنه وقتی که اینا مردن؟ درست. چطوری دوباره زندهشون میکنه؟ تا اینو گفت یا به ذهنش خطور کرد، خدا بهش گفت بمیر به خودش. عزیر همونجا افتاد مرد. عزیر وقتی که وارد این قریه شد و شهر شد و داشت رد میشد، گفت خدا چجوری زنده میکنه، سوار الاغ بود، از الاغ پیاده شد و هی نگاه میکرد تو این شهر رو، هی میگفت چطور خدا اینا رو زنده میکنه. الاغش دستش بود، یعنی افسار الاغ دستش بود و همراهش غذا بود. غذاش در روایت داره که انجیر بود و انگور، این غذا برداشته بود با خودش توی راه، توشه همراهش انجیر و انگور بوده. خدا گفت بمیر، مرد، 100 سال مرد. عجیب. 100 سال. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. چجوری یحیی زنده می کند خدا اینها رو بعد از اینکه مردن؟ وقتی این حرف رو زد، فاماته الله 100 عام. قرآن صریحا خدا میراند عزیر را 100 سال. ثم بعثه، بعد از 100 سال زندش کرد. وقتی زنده شد نگاه میکرد، دید الاغش شده به اصطلاح استخونای الاغ همه اینجور زمین پودر شده اصلا. نگاه کرد دید غذاش سالمه، هیچیش نشده، غذا تازه مثل همون روز اول. قدرت خدا را، یعنی خدا میخواست قدرت نمایی کنه، یعنی ما میخواییم یه میوه رو حتی خشک نشه همینجور تازه بمونه، 100 سال میتونیم نگهش داریم. میوه ها صحیح و سالم، الاغ اجلکم الله شده چی؟ پوسیده پوسیده کاملا.
خطاب بهش شد از ناحیه خدا، دیگه ملائکه نبوده، خدا صوت خلق کرد، باش صحبت کرد، گفت که وقتی که زندش کرد قال کم لبثت، گفت خداوند کم، چقدر لبثت خوابیدی موندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، نگاه کرد به آفتاب و اینا، گفت که یا یه روز یا حالا نصف روز من شاید خوابیده بودم. خطاب شد قال بل لبثت مئة عام، 100 سال تو خوابیدی، 100 سال. فانظر، نگاه کن، الی طعامک و شرابک، نگاه کن به این غذای خودت که انجیر و انگور بود، و شرابک، آبی که با خودت آوردی، نگاه کن، لم یتسنه، هیچ گونه پژمرده یا خراب نشده، لم یتسنه یعنی خراب نشده. اینا نگاه کن، نگاه کردید، ولی همیانش رو باز کردید، انجیر صحیح و سالم، انگور همینطور، آبم هیچی خراب نشده، همیانش هم سالم مونده بود، سالم مونده بوده که همیان که هیچی، اون که درونش هم هست که انجیر بوده، انگور صحیح و سالم و تازه مثل اول. و انظر الی حمارک، حالا نگاه کن به الاغت اجلکم الله، نگاه کرد گفت نگاه کن ببین ما چه کارش میکنیم، نگاه کرد این الاغ خوب پوسیده است، نگاه کرد که این استخونها به هم داره ترکیب میشه، اسکلت درست شد. بعد خدا گفت نگاه کن گوشتش چطور، گوشت به این الاغ برمیگرده، به بدن الاغ، از همه جای این گوشت ها میمد بیرون، چسبید الاغ، یهو زنده شد مثل اول. خطاب شد که انظر الی حمارک، نگاه کن به الاغ، ولنجعلک آیه للناس، تو یک نشانه برای از طرف خدایی برای مردم، یعنی اینایی که انکار میکنن معاد رو، که مگه میشه یکی استخونی پوسیده بشه بعد پودر بشه دوباره طرف برگرده مثل اول؟ خوب نگاه کردی، تو آیتی برای مردم هستی، برمیگردی، اینایی که منکر معادن میگن ببین ما که انکار میکنیم معاد رو، این 100 سال نبود الان اومده صحیح و سالم مثل اول خودشه. بعد خطاب شد که ما نشانهی قرار میدیم تو را برای مردم، وانظر الی العظام، حالا نگاه کن به استخونها، اینجا اومدی سراغ این حیوان، نگاه کن به استخونهای حیوانت، کیف ننشزها، چگونه این استخونها رو با هم ترکیب میکنیم، ننشزها ترکیبه، ثم سپس نگاه کن، نکسوها لحما، چجوری ما گوش میذاریم روی این استخونها. وقتی نگاه کرد تعجب کرد، این منظره را دید، فلما تبین له، دید و یقین کرد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، من یقین دارم خدا بر هر چیزی قادر است، یعنی اطمینان قلبی، لیطمئن قلبی شد برای من. عزیر زنده شد، سوار الاغش شد و برگشت تو شهر. حالا تو همون ماهی که این رفت بچهش دنیا اومده، فرزندش زنده است، به قدرت خدا 100 ساله است الان، اومد و دید شهر تغییر کرده و نگاه کرد رو حالتهای قدیم و اینا، ذهنش شد چیز کرد، پیدا کرد خونه رو، در زد، یه پیرمرد در رو باز کرد، گفت شما، گفت شما، گفت کی هستی؟ من پسر فلانی هم. گفت فلانی همسر من بود. گفت کجاست مادرت؟ گفت دنیا رفته. گفت من پدر تو هستم، جریان اینه، اسمت چیه؟ عزیز. خودش عزیر. وقت دید یهودی ها، جریان بعد حضرت موسی است، دید یهودی ها سر تورات اختلاف کردن، تورات رو درست کرده هر کی یه جوری، تحریف شده، کم و زیاد شده. گفت تورات پیش منه، تو سینه منه، من همش رو حفظم، تورات اصیل پیش منه. فهمیدن این همون عزیر و جریان و علائم و گفت و صحبت کردن اینا، تورات کامل رو برای اینا بیان کرد، نوشتن، گفتن این که مرد 100 سال حالا زنده شده بعد از 100 سال و اونجوری تورات رو بلده. یهودی ها گفتن عزیرون ابن الله، این پسر خداست، دوباره کفر بردن. خب من پسر خدا نیستم، اگر من که تورات رو حفظم پسر خدام، خب موسی که تورات رو آورد و همشو بلد بود و خودش از آسمان بر اون نازل شد، تو اون که اولاست که پسر خدا باشه، چطور به من نسبت میدید؟ من عبدالله هم و پیغمبر خدا هستم و خدا من این علمو داده که تورات رو حفظ باشم. و این جریان عزیر یکی از جریان هایی است که حتی توی سری معما مطرح میشه، که آیا حتی از امام باقر علیه السلام سوال کردی که از نصرانی ها زمان هشام بن عبدالملک سوال کرد که کدام پدر و پسری بودن که پسر از پدر بزرگتر بود؟ امام به باقر علیه السلام فرمودن که عزیر پدر بود، عزیز. از عزیر کوچکتر بود، با اینکه پدر بود عزیز پسر بود و بزرگتر بود. پدر 50 ساله بود وقتی زنده شد، همون سن قبلیش زنده شد،
پسر 100 ساله بود. این یکی از جریانات قرآنیه. یکی دیگه از جریان‌هایی که تو قرآن اشاره کرده و خیلی عجیبه این جریان، راجع به در سوره مریم آیه 54 فکر کنم، سوره مریم آیه 54 یه جریانی نقل کرده از حضرت اسماعیل صادق الوعد. این حضرت اسماعیل با فرزند حضرت ابراهیم تفاوت داره. تفاوت داره، بله. این اسماعیل ابن ابراهیم نیست، یکی از انبیای خداست که اسمش اسماعیل است و به خاطر اینکه خیلی ملتزم بود سر وعده باشه و طبق وعده عمل کند، طبق روایت امام رضا علیه السلام تو کامل الزیارات، لقب گرفت اسماعیل صادق الوعد. ببخشید، روایت از امام صادق علیه السلام اینجا درباره اسماعیل صادق الوعد. سوره مریم آیه 54، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل رو بیان کن پیغمبر خدا برای مردم، انه کان صادق الوعد، صادق الوعد بود و وعده عمل میکرد، خلف وعده نمیکرد. حتی در روایت داره که یک جایی اسماعیل صادق الوعد که از انبیای خدا، یک جایی بود با یک کسی باش وعده گذاشت که اینجا باش من میرم و میام، و یادش رفت طرف بیاد، نوشتن یک سال اونجا موند چون که این طرف بیاد، من وعده دادم اینجا باشم، حالا اونجا مونده، حالا یه جای خونه ای وسیله ای جایی پیدا کرده برای زندگی که همون جایی که وعده گذاشته باشه، همونجا باش، حالا تو راه بوده، شهر بوده، و نرفت تا طرف اومد، معروف شد به اسماعیل صادق الوعد که قرآن از تعبیر میکنه ازش، و کان رسولا نبی، از انبیای الهی بوده. این اسماعیل صادق الوعد قرآن دربارش اشاره میکنه، جریان رجعت رو درباره یه سری انبیا هست که بنا بر میگردن به دنیا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، رجعت میکنن. یکی از انبیای الهی که رجعت میکنه و برمیگرده و قرآن اشاره کرده، حضرت اسماعیل. اشاره کرده قرآن به این که فقط دربارش مطلبی گفته، روایات بیان کردن که برمیگرده و چرا برمیگرده، یکی از مسائل مهمه که اینجوری اشاره هم شده تو روایات، چون انبیا ظاهرا همه میان، اما یه سری انبیا اشاره شده دربارشون تو روایات ما، من جمله این حدیث صحیحه در کامل الزیارات از امام صادق علیه السلام است که اسماعیل صادق الوعد پیغمبر بوده و قومش رو دعوت کرد به این که عبادت خدا کنید، بت پرستی نکنید، قبول نکردن، گرفتن حضرت اسماعیل رو. در روایت داره که پوست سر و صورتش رو کندن، یعنی شکنجه کردن، بعد کشتن. از جمله کارهایی که کردن پوست سر و پوست صورت رو کندن، خیلی اذیتش کردن. قبل از اینکه این شکنجه ها بشه، یکی از ملائکه خدا ناظر شد از طرف خدا، گفت اسماعیل، خدا میفرماید منو فرستاده، هر چی تو بگی من الان انجام میدم، بگی همه اینا رو نابود کنم، میکنم اینا شکنجت میکنن و تا تو رو بکشن. تو شکنجه گفت نه نمیخوام. تو شکنجه که پوست سر و صورت رو کندن، داشتن میکندن، اومد ملائکه، من برات میگردونم به حالت قبل صحیح و سالم و اینا رو نابود میکنم، میخوای؟ یک جمله گفت و این جمله است که نام این پیغمبر از در زبان روایات متعدد آمده. عبارتش اینه، گفت من نمیخوام منو برگردونی، میخوام کشته بشم. فقال لی، خطاب کرد به اون ملک، فقال، خطاب کرد به ملائکه، لی اسوتون بما یصنع بالحسین علیه السلام، من مقتدایم حسینه، امام حسین رو میکشن با اون وضع فجیع، این که چیزی نیست، اسوه من امام حسینه، چون خدا تمام انبیا رو کشونده کربلا، روایت داریم ها، انبیا و اوصیا همه رو کشونده عراق و کربلا به خاطر امام حسین علیه السلام، تو خونشون هم ریخته شده بعضیشون، یه سری انبیا خونشون هم ریخته شده و همه میدونستن امام حسین رو که اسوه اونهاست. اینجا گفت میخوام اقتدا کنم به امام حسین علیه السلام، این که چیزی نی در مقابل اون مصائبی که ابی عبدالله میبینه، لی اسوتون بما یصنع بالحسین علیه السلام. به خاطر این روایات زیاد درباره‌اش صحبت شده و به خاطر اینکه ارتباط با ابی عبدالله داره، رنگ و بوی حسینی داره این اسماعیل صادق الوعد، جزو کسانی است که تو رجعت برمیگردد و جزو انصار امام زمان علیه السلام میشه. در رابطه با رجعت صحبت‌ها بسیاره و جاهایی که صحبت شده باشه در این مسئله بسیار کم، شاید هم که ما رجوع نکردیم و بر دانش خودمون اضافه نکردیم در رابطه با مسئله رجعت.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما بینندگان هستیم. راه‌های ارتباطی با برنامه و همچنین شبکه جهانی بیت العباس زیرنویس میشه. من هم یک بار دیگه اعلام میکنم 2098-990-164-76-86 شماره هست که از طریق تلفن، همچنین از طریق واتساپ و پیامک و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. betulabbas.tv هم از طریق اینستاگرام میتونید پیگیری بکنید. پخش زنده از طریق اینستاگرام هم هست الان و همچنین از طریق آپارات هم پخش زنده داریم که اگر کسانی که هستن و دوستان پیگیر مباحث باشن و ماهواره تو خونشون ندارن از این طریق، یعنی از طریق اینستاگرام و از طریق آپارات هم میتونن پیگیر برنامه‌های شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام باشن. صحبت میکردیم با حاج آقا نوری در رابطه با رجعت و سوالی که تو ذهن همه ما شاید باشه که شب گذشته فرمودن که آدم‌های خیلی خوب برمیگردن و آدم‌های خیلی بد هم برمیگردن. از جمله ما میدونیم که بهترین آدم‌هایی که خداوند خلق کرده و در روی کره زمین قرار دارند کسانی نیستن جز ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. ولی ببینیم که نحوه رجعت اونها چجوریه. اولین کسی که از ائمه رجعت میکنه کدام ائمه هست و در حول این مبحث در این بخش از برنامه میخوایم صحبت بکنیم و رجعت ائمه معصومین علیهم السلام جناب آقای نوری و کدام پیامبر، کدام امام اینطور بگم که هستن که اولین بار رجعت میکنن. بله، عرضم به حضورتون که انشاءالله کمک کنن که دقیق بیان کنیم گوشه های از رجعت ائمه علیهم السلام و انشاءالله. ببینید اولا رجعت چند مرحله ائمه علیهم السلام رجوع دارن به این دنیا در زمان ظهور، یعنی چند بار رجوع میکنن؟ بله چند دفعه رجوع میکنن. حتی امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که ان لی کرات بعد کرات و رجعات بعد رجعات. بعضیا حتی نوشتن که امیرالمومنین رو بعضیا نوشتن سه بار برمیگردن از ظهور امام زمان علیه السلام تا وقتی که خودشون بیان، یعنی خودشون میان دوباره بعد حکومت میکنن بعد از رجعت. بعد از رجعت وقتی که امام زمان علیه السلام، حالا عرض میکنن امام زمان علیه السلام حکومت که میکنن، خب رجعت در زمان حکومت خود امام زمان میشه، اشاره خواهم کرد. بعد از اینکه امام زمان علیه السلام حکومت کردند و وقت شهادت حضرت رسید بنابر نقلی شهادت، در روایت داره که امام حسین علیه السلام و اصحابشون 72 تن همه زنده میشن. اینا زنده میشن و امام زمان هنوز زنده است. چند وقت امام حسین با امام زمان هستن، امام زمان جدشون ابی عبدالله معرفی میکنن این همان حسین است و علائم و اوصاف حضرت رو کاملا مشخص میکنه و میگه ایشونه که بعد از من حکومت میکنه بر کره زمین. چون میدونید بعد از ظهور امام زمان دیگه تا قیامت حکومت عدل الهیه، دیگه تموم میشه، حکومت ظلم و فساد اینا نیست. یعنی مهدویت و ظهور امام زمان اساس و پایه تمام حکومت عدل الهی میشه. عدل الهی میشه و میره و همه ائمه دوباره میان حکومت میکنن. یکی اولین کسی که بعد از امام زمان علیه السلام برمیگرده به این دنیا و حکومت میکند امام حسین علیه السلام و با اصحابشون برمیگردد. تا قبل از امام حسین علیه السلام هیچ کدوم از ائمه رجعت نکردن تا این زمان؟ نکرد. اول امام زمان است که خب امام زمان ظهور میکنه. بعد امام زمان علیه السلام معرفی میکند امام حسین علیه السلام رو و امام حسین زنده میشن با اصحاب. سپس امام زمان به شهادت که رسیدن، بنابر نقلی که به شهادت میگن حضرت شهید میشن، به شهادت که رسیدن امام حسین علیه السلام، چون امام باید بر جنازه امام نماز بخونه، امام باید امام رو غسل بده و کفن کند، امام حسین علیه السلام غسل و کفن و همه کارهای امام زمان رو انجام میدن فرزندشون را و دفنشون میکنن جای خودشون تو کربلا، محل مدفن امام زمان امام علیه السلام. حسین علیه السلام الان میشه مدفن امام زمان علیه السلام. قبله هم به اون سمت برمیگرده بعدن. بعضیا میگن اینو، حتی الان بعضی سوالاتی تو ذهنم میاد بله میپرسم بعضی از، حالا چون یه خود بحثش حساسه یه اشاره‌ای بکنم، الان بعضی حتی قائلن از فقها که تو روایت هم داریم، روایت داریم که نماز مستحبی رو میشه به جهت قبله خوند، قبله یعنی به جهت قبله کعبه خوند و به جهت حرم نورانی امام حسین علیه السلام خوند. بعضیا قائلن اینو، اما فتوایی که رسما کسی از فقها داده باشه من ندیدم.
حالا صحبت این است که امام حسین علیه السلام فرزندشون امام زمان را جای خودشون دفن میکنن و حکومت عدل الهی توسط امام حسین علیه السلام و اصحاب امام حسین همه برمیگردن. آقا قمر بنی هاشم برمیگردن، علی اکبر، همه اصحاب و بنی هاشمی که با امام حسین بودن همه برمیگردن به دنیا و حکومت امام حسین علیه السلام اونقدر طولانی میشود که در روایت داریم ابروهای مقدس ابی عبدالله اونقدر عمر طولانی میکنه حضرت، عمر طولانی و حکومت طولانی میکنه که میاد روی چشمهای حضرت و هی باید حضرت کوتاه کنن، کنایه از این که حکومت خیلی طولانی میشه و به لطف وجود امام زمان و امام حسین علیه السلام عمرها طولانی میشه. که حالا الان دانشمندان قائلن یه سری چیز کتابهایی هم نوشتن و در امم گذشته هم بوده، حضرت نوح فقط 950 سال تبلیغ کرد، میگن عمر نوح 2000 سال بوده، عمر نوح 950 سالش رسالت بوده که تبلیغ کرد و اونم یه عده کمی بهش ایمان آوردن و چقدر سخته 950 سال شاید انگشت شما به 100 تا نرسیده، 80 خورده 70 خورده به حضرت نوح ایمان آوردن. بله امام حسین علیه السلام اون حکومت رو که حکومت عدل الهی شروع میکنن و عمرها طولانی میشه. در روایت داریم طرف تا 1000 نسلش رو میتونه ببینه. این خیلی عجیبه که چون که در روایت هم داریم که حالا یه وقتی اشاره میکنیم در مباحث مهدویت در آینده که نه اینکه حالا معجزه‌ای بشه، یعنی علم پیشرفت میکنه در زمان امام زمان علیه السلام، اون دانش تغذیه و دانش های به بیماری ها و حالا در حال بدن که بوده اونو بر اساس روال خودش بگیری مسلماً اینا دیگه انسان سنش سالم میمونه. حتی بوده قبلا دیگه، امم گذشته چطور بوده 2000 سال عمر میکردن، مثلا عمرای طولانی داشتن. یا درباره قوم عاد هست که عمر طولانی و جسمهای قوی داشتن دوست. اما خب موحد نبودن، مشرک بودن، ایمان نیاوردن به پیغمبرشون. عمرها طولانی میشه که طرف تا 1000 نسلش رو میبینه. امام حسین اولین کسی که بعد از امام زمان رجعت میکند و حکومت میکند امام حسین علیه السلام است. و امیرالمؤمنین علیه السلام از بعضی روایات برداشت میشه، اولا رجعت های متعدد دارن. یه مطلب اشاره کنم درباره امام حسین علیه السلام، اینجا روایت شما نوشتم، اشاره سریع و مختصری بکنم که امام حسین علیه السلام شب عاشورا در مقابل اصحاب صحبت کرد، خطبه خوند. گفت من وقتی که مدینه بودم خواب دیدم پیغمبر و رسول الله فرمودن تو و اصحاب تو عراق تو کربلا کشته میشید. بعد حضرت صحبت‌ها رو که کرد کشته میشید و اینها رو امتحان کرد، فرمود پیغمبر به من فرمودن و من براتون نقل میکنم، بهتون بشارت میدم که وقتی که فرزندم مهدی برمیگرده و به اصطلاح ظهور میکند ماها برمیگردیم، اولین کسی که برمیگرده منم. اونها رو اشاره کرد در وقت حکومت برمیگردید، حالا شاید توی ظهور حضرت هم بیان اینا، اما حضرت اینجا اشاره کرد که برمیگردید و اولین کسی که در ظهور امام زمان برمیگرده، زمین براش باز میشه، برمیگرده منم، میام، جدم رسول الله میاد، امیرالمؤمنین علیه السلام میان، ملائکه خدا نازل میشن و جدم پیغمبر اون پرچم خودشون را به دست مهدی میدن و شمشیر دست امام زمان میدن و اولین کسی که بیعت میکند با امام زمان علیه السلام جبرائیل است، بیعت میکنه با امام زمان علیه السلام کنار کعبه. همه اینا رو بیان میکنه امام حسین، رجعت اولیه رو اشاره میکنن که اصلا ظهور که میشود بعدن اشاره میکنیم یه وقتی تاریخ ظهور و طرز ظهور را، ظهور که محقق میشود اول صبح، این ظهور که میشه رجعت میشه، ائمه میان، امام حسن میاد، امام حسین فرمودن به اصحابشون برادرم امام حسن میاد، امیرالمؤمنین اینا میان و در نصرت امام زمان علیه السلام در شروع حرکت جهانی امام زمان اینا هستن و میرن و میان، بالاخص امیرالمؤمنین علیه السلام که خودشون فرمودن من مرتب میرم و میام، رجعت میکنم و شروع رجعت امیرالمؤمنین از اینجاست. یعنی بلافاصله بعد از اعلام ظهور امام زمان امام رجعت میکنن، بعد میرن دوباره اولین امامی که در حکومت میکنه امام حسین علیه السلام. چون که ما در روایتمون داریم اصحاب امام حسین علیه السلام جزء از یاران امام زمان علیه السلام هستن، پس اونا هم در زمان ظهور حضور دارند، بعد دوباره با امام حسین دوباره مشهور میشن، دوباره
حکومت با حضرت هستن، در حکومت امام حسین علیه السلام هستن، در حکومت امام حسین امام زمان علیه السلام هم هستن اونها ظاهرا. حالا میان یه عده میان خوبا میان، خب از خوبا یکیشون اصحابه. حالا نص صریحی من ندیدم که اصحاب برمیگردن، یه نص عمومی هست که خوبا برمیگردن، حتی نص داریم انبیا و اوصیا همه برمیگردن، اینو داریم روایت من دیدم برمیگردن، اما اسم انبیا یه سری اسماشون به ما رسیده. حالا کتاب‌های شیعه در معرض خطر بوده، چقدر سوخته از بین رفته، حالا بوده واقعا اسامی نبوده، به هر حال یک عبارت کلی هست که انبیا اوصیا برمیگردن. یه سری اسامی هم هست که اشاره میکنم حالا بعضیاشو، که اینا در ضمن یاران حضرت خواهند بود وقت ظهور. امیرالمؤمنین، حالا صحبت اینجاست، رجعت دارن که فرمودن رجعت‌های متعدد دارن، یکیش مدینه است. وقتی که قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها رو امام زمان علیه السلام زنده میکنه و به درختی آویزون میکنه، آتش میزنه، همه حاضرن، ائمه علیهم السلام 14 معصوم شکایت میکنن به پیغمبر از مصائبی که از اینها بر تمام بشریت وارد شد از اون وقت به بعد، صحبت میکنن و ظلم هایی که به اونها شده اشاره میشه و انتقام گرفته میشه، اینایی که کفار محضن. وقتی اینم بدونیم که حالا ما میگیم کفار محض میان انتقام گرفته میشه ازشون و مؤمنین محض میان، حالا بینندگان حالا نگه من مؤمن نیستم، طرف بگه جوانی بگن گناهکارم مؤمن نیستم بر نمیگردم، این حالت یأس، این خطاست، ناامیدی خودش من. اصلا حتی راه گذاشتن، امام صادق علیه السلام فرمودن 40 صبح دعای عهد رو بخون، وقتش هم وسیع صبح باشه، از اذان صبح تا مثلا 8 صبح راه داره، دعای عهد رو بخون 40 روز، چون عمل مهمیه. اینو میخوام بگم چون عمل مهمیه، رجعت، بازگشت، توفیق میخواد، شیطان هم بیکار نیست. تو میخوای دعای عهد رو بخونی، نمیذاره بخون، وسوسه میکنه، خواب ناز برات درست میکنه، نتونه بیدار شی، یادت میره. یه آقایی میگفت دعای عهد و ملتزم بودم، روز 37 یه جریانی شد، به من زنگ دادم برم تهران، میگم از قم با عجله اول صبح رفتم تهران، ساعتای 8 صبح اینا بود، یادم اومد که من دعای عهد رو نخوندم. شیطون شیطونه دیگه، گفتم من همیشه قبل از طلوع آفتاب میخوندم، قبل از طلوع آفتاب میخوندم، پس دیگه وقتش گذشته، میگه نخوندم. بعد یک کسی به من گفت آقا میخوندی 8 صبح خوب بود، وقتش بود صبح دیگه. من میگم که شیطون رها نمیکنه جاهای مهم، سعی میکنه وسوسه کنه. وقت انسان قبل از اینکه دعای عهد بخونه، مثلا یه سلام به امام زمان بده، یه سلام به حضرت زهرا بده، کمک بخواد ازشون، کمکم کنید من بتونم، و توفیق میدن، عنایت میکنن و مؤمنین ان شاء الله برمیگردن. فقط مخیرم هستن، کفار که اختیاری ندارن، مؤمنین مخیرن، میگن آقا امام زمان ظهور کرده، میخوای برگردی مختاری، برات میگردونیم، نمیخوای در ناز و نعمت الهی در بهشت برزخی هستی تا قیامت. یعنی اختیار دست خودشونه، اختیار بهشون میدن. یکی از رجعت هایی که امیر المؤمنین دارن غیر از این دو جایی که عرض کردیم، تو کوفه است، پایتخت حکومت امیر المؤمنین کوفه است. بله، توی کوفه روایت داره که خطبه جمعه که امام زمان نماز جمعه میخوانن، خب وقتی که امام هست نماز جمعه واجبه، واجب عینیه، حالا مستحبه، واجب میشه نماز جمعه، جمعیت از همه جا میریزه کوفه. در روایت داره اونقدر بزرگ میشه کوفه، به نجف متصل میشه تا به کربلا متصل میشود، دیگه بین کربلا و نجف همش خونه است. اینو ما الان دیدیم که تو پیاده روی 40 ما این مسئله رو دیدیم که بین نجف تا کربلا، حالا پر موکبه، حالا از همه جهات وسیع میشه و شهر میشه کلن یک دست تا کربلا. از حضرت میخوان که نماز جمعه میخونیم، جا کمه، مسجد جا نیست در مسجد کوفه. امام زمان علیه السلام میفرمایند که من مسجدی میسازم براتون. میان طرف نجف، تو صحرایی از در نجف، صحرای نجف یه مسجدی میسازن، روایت داره 1000 در داره این مسجد، که یه آقای حساب کرده بود فاصله هر دری اگر حساب کنیم از 4 جهت مثلا 250 در 250 در 4 جهت باشه، فاصله درها هم 7 متر باشه، حساب کردن دیگه 10 میلیون متر مربع یه چیزی اصلا بی‌نظیر میشه. یه مسجدی میسازن که همه رو جا بده در برای نماز جمعه. وقتی که مسجد رو میخوان بسازن، خود حضرت کمک میکنن در ساختن این مسجد،
نمیگن من امام زمانم، من مثل که پیغمبر مسجد النبی، پیغمبر کمک میکردن، امیرالمومنین کمک میکردن، پیغمبر حجر المجاعه میبستن، گرسنگی میکشیدن، غذا کم بود، یه سنگی داشتن رو شکم، معروف شد به حجر المجاعه، با یه پارچه میبستن که فشار نیاره معده، اذیت نکنه رسول خدا رو. کار انجام در ساخت مسجد، امام زمان در نجف شروع میکنن به کمک کردن و ساختن مسجد. وقتی که شروع میکنن به ساختن مسجد، اینجا رجعت میشه. کیا میان؟ محمد و علی صلوات الله و سلام علیه، پیغمبر و امیرالمومنین میان کمک امام زمان در ساختن این مسجد. خب ملائکه خدا هم که هستن، جن هم که هستن، حتی بعضی روایات داره که مردم میبینن جن و ملک رو، مثل حالا نیست که بترسیم یا بترسن، یا بعضی ها میبینن، خب حالا هستن بعضی ها که میبینن، توفیق دارن، اما اون وقت همه میبینن، یعنی یعنی عقلها کامل میشه، قدرتی طوری میشه، دید انسان دید ماورایی پیدا میکنه و میتونه ببینه. ملائکه میان کمک، جن میان کمک، اونایی که نصرت امام حسین اومدن و نرسیدن و نتونستن و اجازه نداد امام حسین علیه السلام، اینا میان. ملائکه‌ای که اومدن کمک ابی عبدالله و دور قبر ابی عبدالله یا لفرات الحسین میگن، اینا میان، همه هستن. یه منظره ایست خیلی عجیب که انسان اونجا همه ائمه را، همه انبیا را، همه اوصیا را میبینه. اونم حکومت حضرت که یک حکومتی است که تمام خوبا رو خدا ذخیره کرده برای ظهور امام زمان علیه السلام. شما ببینید اصحاب کهف، درست، اینا ذخیرن برای امام زمان علیه السلام. این نمونه رجعت هم خود اصحاب کهف هستن. خود اصحاب کهف، البته بعضیا قائلن که اصحاب کهف الان خوابن، نمردن. چون توی اون فیلمی که درست شد نشون داد مرحله دوم اینا مردن، اما ظاهرا خوابن، چون که و دارن همین صحیحه. به هر حال اینا زنده میشن، بیدار میشن، حالا خواب شبه موته که هزارها سال اینا خوابن، اینا بیدار میشن و جزو لشکر حضرت میشن، چون که اینا اجازه ندارن جواب سلام کسی رو بدن الا اینکه نبی باشه یا وصی باشه. امیر المومنین به اینا سلام کرده و جواب دادن. در جریان مفصلی اصحاب کهف زنده میشن، اصحاب حضرت موسی خوباش میان، حضرت عیسی ذخیره امام زمان علیه السلامه. میدونی یکی از کسانی که بر میگرده به این دنیا، البته خب نمرده، در آسمان چهارم است، ملائکه با سر و صدا و جار و جنجال حضرت عیسی رو میارن از آسمان پایین. بعضی ها من تعجب میکنم چطوری اینا رجعت رو انکار میکنن با این که این همه روایات از آقا رسول الله که متفقون علیه بین فرق اسلامی هست، اصلا احادیث متواتر قرآن صریح انکار میکنه. من کانادا بودم چند سال قبل، شاید 6-7 سال پیش، منبر رفتم یه جایی، حالا جزئیات رو نمیگم، منبر بودم یه جایی، ماه رمضان بود دیگه، دبای رجعت بحث شد، بحث منبرم بود. بعدش هم خب مصیبت و اینا تموم شد، خب مردم همه خیلی ها بودن ما نشنیدیم و تشکر و صحبت و اینا بود درباره رجعت، سوال و جواب زیاد میکردن اونجا. یه آقایی که اهل علم بود اومد و انکار میکرد، میگفت که فلانی تو کتابش انکار کرده. یکی از علمایی که حالا فکر کنم اصلا همچین تهمته به اون عالم، ظاهرا نگفتم چیزی، انکار کرده و این حرفا چیه. و من گفتم آقا فلانی تو قبول داری، امام رضا رو قبول نداری، پیغمبر قبول نداری، قرآن رو قبول نداری، خود پیغمبر بین ما چی امانت گذاشت؟ خیلی عجیب بود. که خب صحبت کردیم، حالا ان شاء الله که روشن شده باشه. سلام. و دوست میشتن رابطه به رجعت ائمه بدونیم بره. چون خیلی جالب شد اولین امامی که حکومت میکنن امام حسین علیه السلام هستن، امام امیرالمومنین علیه السلام میان و سه بار حداقل رجعت دارن، و باقی ائمه چطور؟ باقی ائمه که میان در رجعت، بالاخص تو مدینه دوست. که در روایت داره همه میان حاضر میشن، حالا در حکومت امام حسین دوباره میان ائمه و برمیگردن یا نه، اما امیرالمومنین مرتب میان که تصریح داره خود حضرت، من کرات بعد کرات، رجعات بعد رجعات دارم. یکی دیگهش کجاست که خوندیم و خیلی عجیبم هست، آیه قرآن داره که شیطان گفت خدایا امهلنی الی یوم یبعثو، منو مهلت بده تا وقتی که روز قیامت میشه. خدا فرمود که من بهت مهلت میدم، اما الی یوم الوقت المعلوم، تا روز مشخصی که روایات داره یوم الوقت المعلوم ظهور امام زمان علیه السلام است که میشود و حکومت حضرت تشکیل میشه، شیطان و شیاطین عبارسه جمع میشن. چون شیطان که یکی نیست، لشکر داره، جمعیت داره، افراد داره، فرزند داره شیطان. شیطان ابلیس بزرگ و عبارسه کلن از بین میرن.
اونم جنگ میشه، یعنی زیر بار که نمیره امام زمان میجنگه با این شیاطین. در روایت داره که اصحاب امام زمان حمله میکنن به طرف شیاطین. خب شیطان هم از جن دیگه، اما جن به اصطلاح مارد، جن متمرد، یه سری اینا لقب شیطان دارن، یه سری جن مؤمن داریم، یه سری جنهایی که اینا با ابلیس همکاری میکنن، اینها از ابالسه هستن و تعبیر ابلیس و شیطان از اونا میشه. جنگی میشه عجیب و غریب که بی نظیره، یعنی سابقه نداشته توی جهان همچین جنگی. خب معلومه شیاطینن، اصحاب حضرت میرن جلو نمیتونن، چند قدم به عقب برمیگردن. اینجاست که رجعت میشه، امام زمان میان جلو و کی میاد کمک؟ محمد و علی صلوات الله و سلام علیه اجمعین. دوباره امیرالمؤمنین اینجا رجعت میکنن و رسول الله و با حربه های آتشین حمله میکنن به شیاطین و اون امر خدا که تا وقت معلوم به تو مهلت میدم اون وقته که محقق میشه و شیاطین و ابالسه همه از بین میرن. دیگه شیطونی نیست که انسان رو گول بزند، اما نفس اماره هست. نفس اماره هست، چون که شیطان درونی انسان هست و انسان رو به اصطلاح منحرف میکنه و خیلی هم قوی هست نفس اماره. بله. سوالی که مطرح میشه، باقی ائمه هم حکومت میکنن فقط امام حسین علیه السلام حکومت میکنه؟ در روایات داریم امام حسین علیه السلام و بعد از امام حسین ائمه یکی یک میان، اینا داریم، اما کدوم میان اول؟ یعنی من برخورد نکردم، اما حتما هست، یاد باشه، دقیقاً بررسی کردم، اما ائمه حکومت میکنن و این حکومت ائمه علیهم السلام ادامه پیدا میکنه تا قیامت. توجه فرمودید؟ یعنی تا قیامت دیگه حکومت غیر ائمه علیهم السلام نیست و حکومت عدل الهی است و اولین کس حکومت میکند امام حسین علیه السلام. حالا بعد امیرالمؤمنین است یا نه؟ بعضیا شنیدن میگن امیرالمؤمنین، من روایت خاصی رو پیدا نکردم، اما حکومت ائمه علیهم السلام هست. بله. چقدر زمان محدودی هم نگفتن، زمانش اصلا مشخص نیست و حکومتش چقدر هست. نه. حکومت امام حسین علیه السلام طولانی شد، قید شده طولانی، بعد روایات داره سالهایی بیان شده، مختلف بیان شده، اما هر چه هست حکومت امام حسین علیه السلام طولانی تر از حکومت امام زمان علیه السلام. بله. انشالله باشه اون زمان رو درک بکنیم. واقعا حضرت عیسی علیه السلام هم، اینم در زمینه رجعت که میارن حضرت عیسی رو اشاره کنم، که خب انبیا هستن با امام زمان، حضرت خضر هست الان، هستن حضرت خضر سلام الله علیه، حضرت الیاس هست الان، اینا برمیگردن، یعنی هستن با امام زمان علیه السلام، اسماعیل صادق الوعد، یه سری انبیای دیگه، من جمله حضرت عیسی. حضرت عیسی مکه نمیاد، یعنی خدا عمدن میگذاره. کجا میاد حضرت عیسی؟ از آسمان پایین، توی مسجد الاقصا قدس، مرکز اون یهودیت و مسیحیت، مرکز یهودی مسیح و همه توجه دارن به قدس، براشون مهمه مقدس قدس شریف، هم مسلمان ها، هم یهودی ها، هم مسیحی ها. اونجا میاد پایین، کی؟ وقت نماز صبح. یه روایت داره که سوریه، در مسجد جامع سوریه دمشق، اونجا حضرت عیسی میاد پایین. اما نقلای متعدد داریم که در قدس شریف، در مسجد الاقصا، حضرت عیسی را میارن پایین ملائکه با جار و جنجال، که همه متوجه بشن یه جریانیه. ملائکه از آسمان میارن پایین وقت نماز صبح که امام زمان میخوان نماز بخونن، نماز جماعت بخونن، میارن عمدن اون وقت که مردم ببینن. معانقه میکند با امام زمان علیه السلام و حضرت برای نماز اقتدا میکند به امام زمان علیه السلام و همه میبینن که حضرت عیسی اقتدا کرده. یه روایت داره که حضرت عیسی اقتدا نمیکنه، مکبر میشه برای امام زمان علیه السلام که همه ببینن و بفهمن این امام است و همه پشت سر او حرکت میکنن. تمام انبیا، خیلی عظیم از یهودی ها و مسیحی ها دیگه به اسلام بله. میان اونجا، خیلی مسیحی ها میان طرف حضرت عیسی که ما آقا میخوایم با تو بیعت کنیم، میگه با این بیعت کنید، من با او بیعت میکنم، شما هم با او امام زمان بیعت کنید. و خیلی از مسیحی ها ایمان میارن، خیلی از یهودی ها وقتی که میبینن معجزات حضرت یهود دست امام زمان علیه السلامه، چون معجزات تمام انبیا پیش حضرته، حضرت نشون میدن به همه معجزات رو، هر کی هم میاد، یعنی اول جنگ نیست، بحث جنگ نیست، همش هدایت و معجزه و صحبته و خیلی ها ایمان میارن به امام زمان علیه السلام. حتی
وقت باشه این یک کلمه رو اشاره کنم. حتی یک کسی میاد خدمت حضرت، میخوام بگم که شخص عادی، میگه آقا شما امام زمانید، شما حجت خدایید، میگه بله، میگه معجزه به من نشون بده. حضرت میگن که الان بهت نشون میدم، اشاره میکنن به یه پرنده ای تو آسمان. معجزه همینه دیگه، یعنی عجیبی، خارق العاده، از عادت بشری خارج میشه، از عادت عرف بشری خارج، قدرت بشری. اشاره میکنه به یه پرنده، بیا، پرنده از آسمان میاد و دست حضرت میشینه، میگه من کیم، معرفی کن. پرنده به زبان فصیح صحبت میکنه که تو حجت خدا امام زمان علیه السلام هستی. خب این هدهد صحبت میکرده با حضرت سلیمان، مورچه حرف میزد، مورچه اصلا صدا نداره پیش ما الان، مورچه با حضرت سلیمان حرف میزده. یعنی بعضیا خیلی براشون عجیبه و انکار میکنن. تو قرآن هست برای انبیایی که کمتر از امام زمان علیه السلام هستند که این چیزا بوده. حضرت میگن معجزه دیگر، یه صخره سنگی برمیدارن، سنگ سفتی تو دستشون پودر میکنن، یه چوبی برمیدارن خوش تو زمین میکارن، همونجا سبز میشه، میوه میده و این ایمان میاره. یعنی مردم رو با جنگ نمیخوان بجنگن با افراد، میخوان هدایت کنن مردم رو، بیارن تو راه. اونایی که خب لجاجت میکنن اون بحث دیگری است که وارد جنگ میشن. انشالله در شب‌های آینده در رابطه با مبحث دوران ظهور و علائم ظهور و دوران بعد ظهور هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم که با ما همراه بودین. فرصت نیست ولی این رو نکته رو هم باید بگم که یاران امام زمان علیه السلام وقتی که به حضرت ایمان میارن در زمان ظهور حضرت، شاید کسایی باشن که الان ما فکرشو هم نکنیم اونها یاران امام زمان قراره باشن و تعجب میکنیم از دیدن افرادی که اونها شاید اصلا تو این زمان ادعایی نداشتند و بعدها میبینیم که اونها یاران امام زمان علیه السلام هستند. پس ما که ادعای تشیع داریم، بیایم رو خودمون کار بکنیم و این فکر رو، اندیشه رو تو زندگی خودمون جاری بکنیم که از الان برنامه‌ریزی بکنیم برای دوران ظهور امام زمان علیه السلام. ممنون که با ما همراه بودین و انشالله شما و ما از یاران و انصار امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. تشکر میکنم مجددا شما عزیزان رو، تا دیدار آینده که شب آینده باشه، به خداوند بزرگ منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. آخر ممنون. خواهش میکنم. سلامت باشید.